Du-du-du-du. درود. درود آقا، زاویه جدید بود، فقط داشت پایین تنه رو نشون میداد. با یک زاویه جدید اومدیم، گفتیم ببینیم چی میشه دیگه، تنوع بدیم. اومدیم با ریاکشن به شب تیره تتلو. البته من گوش کردم، پدرو هم گوش کرد. آره منم گوش کردم، این ریویو محسوب آره میشه. چیزه، ما لایو رفتیم، لایوش سیو نشد چون خدا رو شکر خیلی سیو نشد. من ویبوز خیلی بالا بود. پشت دادم خیلی یارو، یعنی سرم میرفت بالای دار. آره پدرام سرمون گریه کرد، عصبانی شد، داد زد، ریاکتد. نه گریه نکردم، چرا گریه هم کردی؟ بغض کردم، حالا عصبانی شدم، بیشتر سر توماژ گریه کردم. بچه توماژ رو ریاکت رفتیم، چه آهنگ خری، چه خایه ای، چقدر همه چی خوب. دمش گرم، خدا وکیلی توی ایران سیاسی خونده. خب بریم که داشته باشیم. یه لیتس کو نمیخوایی بگی؟ لیتس گو. معرفی کردیم خودمونو؟ نه من پدرامیتو هستم. کیارش منم سوگلم و خوش اومدید به پیج مادایه. آره ما دویار آفیشیال. خب لیتس گو. یه وقتایی هم باد داری آتیش نی که گر بگیره، یه وقتایی هم همشون با هم هستن، اونی که باید باشه نیست. یه شبایی هم که قبلا گفتم همه چی سیاست. یه شب 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 تیره، انگارو عطنت میره، دل از ننه بابا از رفیق حتی از وطنت سیره. دل بد بد شده پاره، صدامم خشو که داره، بگو من از سنگم دیگه، بگو زورش چقدر تشو بذاره. یه شب 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 تیره، انگار روح عطنت میره، دل از ننه بابا از رفیق حتی از وطنت. چیزو داری؟ پاور کورد الکتریکو داری؟ خیلی باحاله، یه خود بکشیم عقب. یه شب 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 تیره، انگارو عطنت میره، دل از ننه بابا از رفیق حتی از وطنت تیره. دل بر بد شده پاره، صدامم خشو که داره، بگو من از سنگم دیگه، بگو زورش چقدر تشو بذاره. شهر پره مردای عذب، که رحم نکردن حتی به دریای خزر. کشور پره دستای خالی، قهرمان و مستای خزن. آقم پره تو کوچه قدیمی، خسته است اونی که پوچه ورینی، داغونه با غیرت هنرمند میسازه مورچه خمیری. پهلوون پی قفس و جنگه، میدون پره هوس و سنگه، پس بی خیال شو نفس و تنگه، پی دود نرو مغز خسس و منگ. بک وکالی که خودش داره میخونه خیلی قشنگه، دقت کردی؟ استاد بک وکال کلا تو آواز عالی. یعنی ببین اگه مثلا صداشو مثلا معروف نبود، صداشو میذاشتن به عنوان بک وکال یه موزیک، یعنی همه مثلا اونو گوش بک وکال رو گوش میدادن. آره موزیک اصلی. خیلی نمیتونیم راجبش کامنت بگیم چون یه بار گوش کردیم، کامنت ها رو دادیم، دوباره بخوایم همون رو بگیم سخته. آره تکرار مکررات یه خورده کار سختیه، ولی خب بخوایم بگیم خوبه واقعا. سیاسی اونجایی که میگه خزر رو دادن، واقعا سری اول من خیلی عصبانی شدم، الان باز حالا میدونی همیشه دفعه اول سخته، وقتی که میره تو دفعه دوم یه خود گشاد شده دیگه، دردش کمتر میشه، ولی کار خوبیه. پروانه شده پاره پیله، تو بازار هرچی کار تطیله، همه وزده بزن در رو پرچه. اینو سوگل کی داده بیرون این آهنگو؟ این 2018. 2018 یعنی تقریبا 3 سال، 3 سال و نیم پیش. اکتبر هم داده، 3 سال پیش.
تازه اون موقع میگفت وضعیت اینقدر قرمزه، الان که دیگه الان باید یه کار بخونه. شما موافق نیستید الان باید یه کار خفن سیاسی بخونه؟ کامنت کنید نظرتون. پرچم نه پای داره نه میله، یه شب 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 تیره، انگارو اتنه میره، دل از ننه بابا از رفیق حتی از وطن تیره، دل بعد بد شده پاره، صدا من خشو که داره به اومن. اینو اون سری هم گفتم وقتی میگه یک شب 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 تیره، من یادش میدم یک شب شب رقصه حسین، یک شب شب تیره همونه. سنگم دیگه به گذورش قد تشو بذاره، یه شب 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 تیره، انگارو اتنت میره، دل از ننه بابا از رفیق حتی از وطنت تیره، دل بر بد شده پاره، صدامم خش. این صدایی که تو لفت میاد فاصله سومشه، دلبر بد شده پاره، فاصله سوم دلبر بد شده پاره، این سومشه، خیلی باحال سوم. صدامم خشو که داره، بگو من از سنگم دیگه به گذورش قد تشو بذاره، بالا میره هیبت قمار، تبلیغ سایت و قیمت دلار، قیمت اون موقع که این کارو داده بود خودش هنوز سایت مایت نداشته دیگه. بابا این تکلیفش مشخص نیست، اول اینو داد بعد با سایت ها هماهنگ شد، اوکی روال شد، دوباره با سایت ها کات کرد، دوباره باز هماهنگ شد، دوباره کات کرده، حالا کی هماهنگ بشه معلوم نیست. این نه دیگه، امیدوارم نشه واقعا. میدونی دقیقا امروز داشتم یک اپیزود از من زئوس هستم و دیدی زئوس خیلی باحاله، کلا قرآن رو میشکافه و میخونه، عربیشو میخونه، خیلی یارو خفنه، میشینه عربیشو میخونه، حدیث میاره، یعنی همش با مستندات صحبت میکنه. بعد میگفتش که یه جا تو قرآن خدا گفته که و ما درخت رو آفرینیم، درخت انگور، که ازش بتونید شراب و این چیزا بگیرید که خیلی برکت داره و فلان اینا. میگه اگه حرامه پس چرا برکت داره؟ و هیچ جای قرآن اشاره نکرده که مشروب شراب حرام است. خب بعد یه جا گفته نه جایز نیست وقتی که شراب میخوری بیای نماز بخونی، نمیدونم یه جا دیگه هرچی هی زد و نقیض زیاد داشت، یعنی زد و نقیض رو از تو قرآن کشیده بود بیرون که یه جا گفته اوکیه، یه جا گفته نه نیست، یه جا گفته اوکیه، یه جا گفته نه نیست. دقیقا من تتلو رو میبینم، محمد عبدالله میاد توی محمد ابن عبدالله میاد توی ذهنم، به خدا جدی میگم دقیقا کرکترشون با هم یکیه. این خیلی شعر میگه، یعنی کلامش خیلی خوبه، نویسنده است خیلی خوبه و صدای خوبی داره. محمد ابن عبدالله هم به نظرم امیر تتلو در 1400 سال پیش بود، که خیلی طرفدار دو آتیشه داره که به خاطرش حاضرن لشکرکشی کنن، آدم بکشن، لخت بشن، هر کاری که از دستشون بر بیاد انجام بدن، و همینطور صدای خوبی هم داره و تأثیر گذاره و همینطور به همون اندازه عشق سکسه و دوست داره که مثلا 50 تا دختر قد و نیم قد داشته باشه. دقیقا یکیه به نظرم، محمد ابن عبدالله در کالبد تازه تو این قرن حاضر شده، شده امیر مقصودلو. خونه آقامه مگه میشه آخه دورت انقدر خمار، تو وصل دلت وصل به این نون، من هیزه تیز تو مدرسه انگوش میکنیم چونه هم زیر میز، خستم از دست تو خسته ای از دست من، اینا میخوان توافق هسته ایرم پس بدن، دینو پر از وزن پس، فیلمو پر از رزم پس، اینجا پر تاریکیه میسوزی ای نصف نس، دل پر از همه میش سیر مقنعه، اما بازم اونی که فش میخوره هممه، آه پر عشقه همام ما، دروغ رفت زیر هم مامه ها، بدل زد معما به ما، نمیدازی قشنگ یه تیکه کلاف بار آخونده کرد دروغ رفت زیر اماما. و خیلی جالبه توی تاریخ، کتاب های تاریخی که میخونم میبینم تمام کتاب ها اومدن گفتم آقا ملا، مثلا یه دونش بود ملا نصرالدین، خیلی آدم حرومزاده ای بوده، یک پدر سوخته ای بود، ملا همیشه دیوس بازی زیاد در آوردن. من نمیدونم چرا 42 سال پیش باز این ملت بهش به مله ها اعتماد کردن، نمیدونم واقعا درک نمی کنم. این همه بعدشون رو گفتن تو طی تاریخ، بدل زد معما به ما، نمیدازی مرد
تو به فردا نگو. وقتی گیر کردی وسط اسباب کشی، بشینی تو پای مهتاب کچی، وقتی بالکن دور از اونه همون بهتر که کف خواب بشی. وقتی تنها چه فرق داره کجا، چرا اینطوری شد. کف خواب میدونی چیه؟ نه. توی زندان کسایی که تخت ندارن بهش میگن کف خوابی. من که آره من زندان رفتم. صورتمو شطرنجی کنید. بهش میگن کف خواب. چون باید رتبت بره بالا، یعنی چی میگن؟ امتیاز بگیر. لول درجه. خدمتت باید بره بالا، از آشخوری اصطلاحا توی سربازی میگن. در بیای گنده بشی تخت بدن. شد رفتار تو با چرا اینطوری شد رفتار تو با من اصلا عالم خوش نی بدون توی موجود درد داره دو پا. خیلی قشنگه بدون توی موجود درد داره دو پا. اینجا که میگه من حالم خوب نیست، یه موزیک جدید دیگه هم داده اینو استفاده کرد، ولی بعدش میگه من اصلا حالم خوب نیست مامان نظری شله زرد بذار. آره اون فکر میکنم تو عجب دو بود یا من دو یادم نیست، اما فهمیدم از اینم استفاده کرده بود. یه شب 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 تیره، انگارو عطنت میره، دل از ننه بابا از رفیق حتی از وطنت سیره، دل بد شده پاره، صدامم خشو که داره، بگو من از سنگم دیگه، بگو زورش چقدر تشو بذاره. تا وقتی ما آدم ها به حیوان ها رحم نمی کنی، عوضی های حیوان هم به ما رحم نمی کنن. چیزی که عوض داره گله نداره. پلیس دنبال من، جی جی حلال عربا تو مشهد نه. تلاشتون این باشه که کمتر گوشت بخورید، نمیگیم اصلا نخورید و بیخیال شید، سعی کنید کمتر بخورید. یه روز اصلا گیاهخواری بکنید در هفته، به مادرتون بگید آقا این همه غذای گیاهی داریم، آش داریم، کوکو سبزی، نمیدونم کوکو سیب زمینی، کشک بادمجون، این همه چیز هست که گیاهیه، در هفته یه روز دو روز سعی کنید اصلا گوشت نخورید. این حد اقل داشت. ولی یه جمله طلایی گفت، تا وقتی ما به حیوان ها رحم نمی کنیم، عوضی حیوان ها ما رحم نمی کنن. عوضی های حیوان هم دقیقا راجب این کارمایه داره صحبت می کنن. چون وقتی مثلا ما می خواهیم گوشت بخوریم، نه اون گوشت از کجا میاد؟ یه حیوانی کشته میشه، درد میکشه، شاید به نظر منم آهشون خیلی میگیره. یعنی شما وقتی مثلا یه حیوان، حالا مثلا ما فقط سگو میبینیم، چون اونم تقریبا مثل سگ دیگه، یعنی میفهمه، حس میکنه، ما فقط چون نزدیکمون نبودن، اطرافمون ندیدیم، ببین یه خورده واسه همون دوره، غریبه، انگار بستان مثلا نمیفهمه. حالا بذار یه چیز جالب بهت بگم. یه دوستی داریم متخصص سگه، خیلی کار درسته، تو بابل سر زندگی میکنه. یه دونه بز آورده بود، بهش میگفتش، بهش کلن کارش ترینینگ سگ هاست، آموزش سگ میده و همه این کارها رو میکنه. به اونم همون آموزش ها رو داده بود، میگفت سومتو سه بار بکوب تخ تخ تخ، ریاضی میدونه، سه بار، میگفت پنج بار بکوب تخ 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 تخ، پنج بار میکنه، میگفت برو اونجا، میرفت اونجا. یعنی هیچ فرقی با سگ نمونه، تمام حیوان ها میفهمن در حد یه بچه سه چهار ساله. صادق هدایت بهترین جمله رو میگه، میگه تمام حیوانات مثل خواهر و برادرای کوچیکمان که نمیتونن حرف بزنن و خودشون دفاع بکنن. نه. و مسئولیت حمایت اونا با ماست، یا شاید هم با دوغ. پلیس دنبال من، جی جی حلال عربا، تو مشهد نه دوبه یا تو شبای حولا، ناموس زیر بدن مرد کثیف، تو صف جلویی چند تا تن نرم نحیف، میگه دو یو وانت انجوی مور Amazing, yes of course. شب با یه خشاب قرص، پریود عقب اتا دادم با چشم کرس، چون می صرفه درهم بالاست. ولی صحبتی که امروز کردیم رو بگو راجب این داستان. یادم نیست چی گفتم، موقع عصبانی راجب انقلاب بود دیگه، مثلا آها راجب همه انقلاب کردیم که مثلا عراقیان نیان، نه به عراقیان نیان به خاک و ناموس و وطنمون تجاوز کنن، دقیقا هیچ اتفاقی نیفتاده. این همه شهید دادیم، عراقی ها که الان تو مشهد دارن قشنگ با ده دلار میخوابن با ناموس ایرانی، خاکو که دارن صادر میکنن به دبی، این بر آب و همینطور به قطر،
یعنی این همه کشته دادیم هیچی. خیلی جالبه. شروع میشه اولیه کم بالاست، بعد میگه قیمت بالاست، لطفاًم رو میز باشه پیکم با ماست. اولش حال میکنی ماشین خوب سینه باز، به خودت میگی همش که زندگی اینه به تاز، تا پر از شهر میشی روزا سک شب تیشی، بدنت پر حیوان حق داری بحشیشی. یه شب 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 تیره، انگارو عطنت میره، دل از ننه بابا از رفیق حتی از وطنت تیره. ببین نفسگیریاش چقدر بین کلمات سریع و به جا و درسته، چه حسی داده اصلا همون نفسگیری چه حسی به کار داده. یک شب نم شب تیره، خیلی نفس ها رو گوش بده. شب شب تیره، انگارو عطنت میره، دل از ننه بابا از رفیق حتی از وطنت تیره. دل بر بد شده پاره، صدام هم خشو که داره، بگو من از سنگم دیگه، بگو زورش قد تشو بذاره. یه شب 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 تیره، انگارو عطنت میره، دل از ننه بابا از رفیق حتی از وطنت تیره. دل بر بد شده پاره، صدام هم خشو که داره، بگو من از سنگم دیگه، بگو زورش قد تشو بذاره. یکم طولانی شد نه؟ عریضم هست راداش، یه پنج نقه دیگه میگفتم کم بود واسه این جهنم. فهمیدی چی گفت؟ یه ذره طولانی شد، عریضم هست راداش پنج نقه دیگه میگفتم. راستی اون که اول آهنگ گفتم چهار عنصر اصلی بود، درسشو تو راهنمایی خونده. خلاص عالی. سری قبلی تو لایو خیلی عصبانی شدم، کردم کوبیدم رو میز، حیف شد، حیف شد صدا و تصویر مچ نبود دیگه، ریویو بود که لبو سمره. هی در کمتر و کمتر میشه. آقا شما برای ما دعا نمی کنید اما پشمای سرمون در میاد. مرسی که ما بودید، لایک و کامنت یادتون نره. آره دیگه میخواستی سابسکرایب رو بگی ولی بفرستید این ویدیو رو، بفرستید واسه یه دوستا. ولی خب یوتیوب هم نم سابسکرایب کنید اگه هنو نکردیم، ما خیلی از خواننده رو توی یوتیوب بهشون ریاکشن میریم. تسلیم شده 290,000 تا، باری کلا برید خوب عمل کنید برسونیدش به میلیون دیگه. این میدونی یعنی چی بچه ها؟ یعنی اینکه طرفدارای تسلیم 290,000 تا بیشتر نیستن. خلاص به قول خودش. چرا الان میگی آها سریعا جواب میدی نه 2,000,000 سابسکرایب داره، ولی چون یوتیوب ایرانی ها با وی پی این میان بالا، همه تون اینا رو میدونید، یوتیوب اونا رو ربات تشخیص داده و سابشون ریخته. خب خوب حرفی زدی، برو یه اکانت درست حسابی درست کن که یه عکس داشته باشه، یه اسم داشته باشه، شده براش توش یه دونه ویدیو آپلود کن، چه میدونم از این هدفونت یه ویدیو بگیر توش آپلود کن، یه ویدیوی 3 دقیقه‌ای 2 دقیقه‌ای 30 ثانیه‌ای توش آپلود کن که تو رو ربات تشخیص نده، یه اسم درست داشته باشه، وریفایش کن. وریفای چیه؟ شماره تلفن میدی، یوتیوب برات یه دونه اس ام اس میفرسته، اون اس ام اس رو میزنی کدش رو وریفای میشه و دیگه اون اکانت هر جا رو ساب بکنه سابش ریزش نمیکنه و فقط 290,000 نفر تتلو براشون ارزش داشته که این کارو بکنن. از من اگه بپرسی میگم تتلیتی ها 290,000 نفر بیشتر نیستن. میگید میلیون میلیون، به نظرم اون کامنت ها رو یه نفر میره 100,000 تا کامنت میذاره. اگه میخواین ثابت کنید تتلیتی ها خیلی خفنن، سلطانتون خیلی خفنه، بکنیدش 1,000,000. هادی باکالیم به قول تورکا ببینیم چی کار میکنید. ببینیم میگه آره.